آمدگان از عبور روزهای هفته منتظرانه صبح جمعه را به امیدی روشن نشستن. نشستن که رفتن است در مسیر عشق، در مسیر انتظار و در مسیر فراق. منتظران و ندبخانان انتظار در صبح‌های آدینه امید رسیدن طلوع آفتاب ظهور را استغاثه می‌کنند. بر آستانه شهر خوبان همه در انتظار صبح پرفروغ نشستند. منتظر مانده زمین تا که زمانش برسد، صبح همراه سحرخیز جوانش برسد. آیا صبح نزدیک نیست؟ و این صبح امید است که با ندبخانی های اهل انتظار طلوع می کند. صبح قریب. دعای ندبه با داستان انبیای الهی آغاز میشه. چهارمین پیامبری که در دعای ندبه بهش اشاره میشه حضرت موسی علیه السلام. در مسیر رسیدن به سرزمین مقدس امتحانهای زیادی از قوم بنی اسرائیل گرفته شد. یکی از این امتحانها این بود که بنی اسرائیل برای حضرت موسی علی نبی ناب آلهی و علیه السلام مدام بهانه می آوردن که ما نه خدا را می بینیم نه صداش را می شنویم، چطوری باور کنیم که تو راست میگی یا موسی؟ این شبهه بین بنی اسرائیل خیلی بالا گرفت. گفتن تا خدای خودت رو به ما آشکارا نشون ندی دیگه به راهمون ادامه نمیدیم، همین پای تور میمونیم یا بر میگردیم به مصر. اما اگه وجود خدای تو برای ما آشکار بشه، ما به تمام دستورات خدای تو عمل میکنیم. هر چقدر حضرت موسی علیه السلام به بنی اسرائیل میفرمود که بابا خداوند قابل دیدن نیست، قابل رؤیت نیست، به گوش بنی اسرائیل فرو نمیرفت. این شد که حضرت موسی برای کسب تکلیف به طور سینا رفت. بهش وحی رسید که از بین جمعیت چندین هزار نفره بنی اسرائیل 7000 نفر رو انتخاب کن. از بین اون 7000 نفر 700 نفر رو انتخاب کن و از بین اون 700 نفر 70 نفر دیگه. اون 70 نفر برترین و پاکترین افراد بنی اسرائیل هم. اونا رو با خودت بیار به طور سینا تا من تجلی خودم رو به اونها نشون بدم. حضرت موسی بعد از چندین مرحله غربال 70 نفر از بزرگان و علمای بنی اسرائیل رو که پاکترین و مؤمنترین مردم بودن انتخاب میکنه تا بعد از 40 روز روزه و پاک کردن نفس آماده رفتن به طور بشه. بعد از 40 روز موسی علیه السلام و 70 نفر از نقبای بنی اسرائیل راهی طور شدند. موسی جلوتر از بقیه به جایگاه وحی رفت و از خدا خواست که خدایا خودت رو به این برگزیدگان بنی اسرائیل نشون بده. خداوند با موسی شروع به سخن گفتن کرد به طوری که او 70 نفر برگزیده هم صدای خداوند رو بدون واسطه میشنیدن. بعضی میخواستن از هیبت کلام خداوند بیهوش بشن، اما به قدرت خدا تا پایان کلام خداوند از حال نرفتن. خداوند آستانه تحمل اینها رو بالا برده بود. بعد از اینکه گفتگوی خدا، مناجات خدا تمام شد با حضرت موسی علیه السلام و سلام، حضرت موسی پیش نقبا اومد و گفت حالا که صدای خدا رو خودتون شنیدید راضی شدید؟ بهانه های بنی اسرائیل شروع شد دوباره. گفتن نه، از کجا معلوم اون صدا مال خدا بوده باشه؟ از کجا معلوم صدای شیطان نبوده؟ شاید شیطان میخواسته ما رو گمراه کنه. ما باید صحبت کردن خدای تو رو آشکارا ببینیم تا باور کنیم. ما باید اول خدای تو رو ببینیم، در حال دیدن ببینیم خدای تو داره صحبت میکنه با ما، و الا قبول نمیکنه. موسی درخواست بنی اسرائیل رو به خدا گفت. خدا فرمود من یه جلوه‌ای از خودم رو
متجلی میکنم، ببینید طاقت دارید یا نه. فلما تجلا ربه للجبل جعله دکن و خر موسا سعر. خدا یک پرتوی از نور خودش رو به کوه طور متجلی کرد، حضرت موسی بیهوش شد. همه اون 70 نفر هم به خاطر جسارتی که کردن هلاک شدن. قرآن میگه فأخذت هم الصاعقه و به ظلمه. حضرت موسی علیه السلام وقتی به حال اومد به خداوند عرض کرد که خدایا اگه بدون اینها از طور برگردم قوم من میگن که تو چون دلیل کافی نداشتی اون 70 نفر رو کشتی تا دروغ داشکار نشه، منو ملامت میکنن، شماتت میکنن، همه زحماتم برباد میره. خدایا به اذن الهی همه اون 70 نفر دوباره زنده شدند و به سمت بنی اسرائیل برگشتند. این ماجرای حضرت موسی و برگزیدگان بنی اسرائیل یه نکته ظریف داخل خودش داره که تو فرمایشات امام زمان هم اومده. قصهش از این قراره که یه روز یکی از شیعیان در زمان امامت امام عسکری علیه السلام با یه سنی بر سر حقانیت شیعه بحثش میشه. یکی از بحثایی که بینشون بود این بود که سنی ادعا میکرد که مردم میتونن با انتخاب خودشون یه امام تعیین کنن، در حالی که شیعیان معتقدند تعیین امام معصوم فقط و فقط کار خود خداست. خلاصه اون شیعه نتونسته بود اون سنی رو متقاعد کنه. به خودش گفت اون شیعه بذار برم پیش امام عسکری علیه السلام جواب این سوال رو بگیرم. میگه رفتم در خونه امام عسکری، وقتی وارد اتاق شدم میگه دیدم یه کودکی آقازاده ای ماه پاره ای روی زانوی امام عسکری نشسته. وقتی سوالم رو مطرح کردم محضر حضرت، امام عسکری فرمودن سوالت رو از این کودک بپرس. اون شیعه میگه اولش خیلی تعجب کردم، ولی با خودم گفتم حتما حضرت یه منظوری دارن که منو به این کودک ارجاع دادن. میگه پرسیدم از اون کودک، از اون آقازاده، از اون آقای عالم که چرا مردم نمیتونن برای خودشون امام معصوم انتخاب کنن. میگه اون کودک فرمود فلانی به نظرت اگه این انتخاب رو واگذار کنیم به پیغمبرهای خدا، بگیم پیغمبرها که معصوم هستن برا ما یه امام انتخاب کنن، ممکنه پیغمبرها اشتباه کنن؟ میگه در جواب گفتم معلومه که نه. حضرت فرمودن اشتباه میکنی. گفتم چطور؟ حضرت براش قصه ی حضرت موسی رو فرمود. حضرت موسی که پیغمبر خدا بود، از همه عاقل تر بود، با اخلاص ترین افراد بنی اسرائیل رو آورده بود، اما چی شد؟ همه اون 70 نفر تو زرد از آب در اومدن، همه منافق از آب در اومدن. وقتی موسی پیغمبر تو تشخیص افراد اشتباه میکنه، چطور بقیه مردم میتونن امام به حق رو درست انتخاب کنن؟ لذا قطعا هیچ کس جز خدای تعالی نمیتونه امام رو انتخاب کنه و نصب کنه. فلذا امام معصوم فقط باید منتخب خدا باشه. امام کسیه که برگزیده خداست. امام کسیه که برگزیده خداست، انتخاب شده خداست. این که دوران غیبت، دوران عذاب، دوران اختلاف و بدبختیه، همش به خاطر اینه که ما اون برگزیده خدا رو از دست دادیم، از فیض اون آقا محرومیم. دعا برای فرج یعنی خدایا برگزیدت رو به ما برگرد.